عزاده باشنام دارم به شما میران از ارجمندم با آقای دکتر کاظم علبداری هستیم، جامعه شناس. رضا کیهان عزیز برنامه رو هدایت میکنه. چیزی خیلی خوشحال شدم از روی کار آمدن آقای ابراهیم رئیسی چند روز پیشم که سخنگوی وزارت خارجه چین که خانمی هستند گفتن آمدن ایشون اسباب پیشرفت و توسعه ایران رو فراهم میکنه، هم اقتصادی هم اجتماعی. آقای دکتر علمداری خیلی خوش آمدید، درود بر شما. درود بر شما آقای میبلی و درود به بینندگان تلویزیون. امیدوارم حالتون خوب باشه، خسته نباشید. بله خوبم، خیلی ممنون، شما خسته نباشید. ممنون. آقای علمداری اول میخواستم روایت شما رو بشنوم از روی کار آمدن کسی، شخصی به نام سید ابراهیم رئیسی با این ویژگی هایی که ما از او میدونیم و این عکس‌العملی که پاره‌ای از رسانه ها داشتن، پاره‌ای از مجامع حقوق بشر داشتن، حتی پاره‌ای از دولت مردان و قانونگذاران در دنیا داشتن. سراپا گوشی، بفرمایید. خواهش میکنم. خب تاریخ 43 ساله جمهوری اسلامی افرادی رو بیشتر از بقیه سران مرتکب جرم و جنایت میشنسه. مثلا آقای ابراهیم رئیسی رو همه به عنوان یکی از قضات هیئت مرگ میشناسن و آیت الله منتظری خیلی سریع به اینها گفته شما جنایتکاران بزرگ در تاریخ هستید. این سابقه تاریخی است که من فکر میکنم ابراهیم یزدی با خودش داره حمل میکنه. اما درباره صحبت هایی که در روز شروع آغاز کار دولت قرائت کرد، خیلی مشخص است که کسانی که این سخنرانی را آماده کردن برای ایشون رونوشت صحبت های دو دولت گذشته، احمدی‌نژاد و حسن روحانی رو جلوشون گذاشتن و حرفای اونها رو، کلیشه ها رو، وعده ها رو تکرار کردن. و شما در صحبت های ابراهیم رئیسی چیزی جز وعده ها و کلمات قشنگ که ربطی به جمهوری اسلامی نداره زیاد میبینید. از جمله این که دولت عدالت محور خواهد بود، دولت ظلم ستیز خواهد بود، دولتی خواهد بود که برای توسعه جامعه کار خواهد کرد، دولتی خواهد بود که دست همکاری به سمت دیگران به خصوص همسایگان دراز میکنه و مسائلی از این دست، تا مدافع حقوق بشر خواهد بود. و البته در توضیح حقوق بشر شما در جملات بعدیش رو بشنوید میبینید که منظور از حقوق بشر و حقوق انسان کسانی هستند در آفریقا، در یمن، در سوریه، در فلسطین علیه دشمنان مشخص است که کشورهای غربی هستند. بنابراین تعریفش هم از حقوق بشر مشخص است. در مجموع اگر من بخوام نظرم رو درباره برنامه‌های ابراهیم رئیسی بگم، فکر میکنم که ادامه روند کنونی خواهد بود. هیچ گونه تغییر اساسی و ساختاری ایجاد نخواهد شد. مشکل جمهوری اسلامی، مشکل رفتن یک فرد و یک فرد دیگر، آمدن یک فرد دیگر نیست. به ویژه که یک فردی مثل حسن روحانی بسیار تواناتر، با نفوذتر از ابراهیم رئیسی در دستگاه جمهوری اسلامی بود. تعویض این دوتا مهره هیچ گونه تغییر اساسی در جامعه، در حکومت به وجود نمیاره. به ویژه که این حکومت برخلاف این دولت، برخلاف دولت قبلی، دولت دستچین شده است. یعنی خیلی راحت میشه گفت که او رو پیش از انتخابات تعیین کردن که بیاد رئیس جمهور بشه. افرادی که میتونستن انتخاب بشن رو شورای نگهبان حذفشون کرد و افرادی حتی در حلقه مرکزی جمهوری اسلامی رو حذفشون کرد که بتونن او رو به عنوان کاندیدای اصلی نظام جمهوری اسلامی برای ریاست جمهوری و احتمالاً رهبری آینده مطرح بکنن و با رأیی که تا
تقریبا کمتر از یا نزدیک به یک چهارم رأی افراد واجد شرایط رأی دادن رو انتخاب شده. البته اینم باید حتما در نظر داشته باشیم که 17 میلیون و 800 هزار رأی که آورده ظاهر سازی است و میدون در جمهوری اسلامی رأی گرفتن به چه معناست. خب بخش که تقلب است من وارد اون نمیشم چون مدرکی ندارم بگم که چگونه تقلب کردن، ولی شیوه های رأی گیری جمهوری اسلامی خیلی روشن تا به حال که چگونه افراد مختلف گروه های مختلف رو به پای صندوق های رأی میارن. در گذشته البته یه شیوه دیگری بود که بتونن بین بد و بدتر یه رقابت درون حکومتی ایجاد بکنن و مردم از ترس اینکه اون بدتر انتخاب نشه به اون کمتر بدتر رأی میدن. این بار اونم حذف کردن. بنابراین این بار رقابت درون حکومتی هم کنار گذاشتن. در گذشته رقابت در جامعه کنار گذاشته بودن، در این دوره رقابت در درون حکومت هم کنار گذاشتن و کسی رو که از آغاز میدونستن میخوان انتخاب بکنن اون رو گذاشتن که مردم بهش رأی بدن. تشکر توضیحاتتون. آقای دکتر علمداری، در جمهوری اسلامی به کسی میگن قاضی مقتدر که بیشترین شمار اعدام ها رو در پروندهش داشته باشه؟ این قاضی مقتدر، قاضی مقتدر کسی نیست که بر اساس احکام اسلام رو صادر میکنه. قاضی مقتدر کسی است که چشم روی هم ببنده و پای رأی شخصی احکام خیلی سنگین برای متهمان صادر بکنه و ببیشه اگر حکم اعدام طبیعتاً او تبدیل میشه به چهرهی که جز محارم جز خودی هاست. امروز جمهوری اسلامی به جایی رسید که تمام اون قاضی های مقتدر رو الان گرد هم جمع کرد و تمام کسانی که خواستن به اساس احکام اسلامی خود صادر بکنن یا حکم تعلیف بکنن به شکلی کنار گذاشتن، از دستگاه قضایی کشور حذف شدن. چرا فکر میکنید کل قدرت رو سپردن به دست سلاخ ها؟ یه موقع قصاب ها سر کار بودن، فرق بین قصاب سلاخ اینه که سلاخ میکشه، قصاب قطع قطع میکنه. اینا کسانی که سلاخی کردن نسل جوان ایران رو. بفرمایید. بله، دو نکته خدمتتون بگم در پاسخ به پرسش شما. نخست اینکه دادگاه های سیاسی یا دادگاه های انقلاب در جمهوری اسلامی دادگاه هایی هستن که قضات احکام رو از طرف نیروهای امنیتی بالادستی میگیرن و اینا فقط امضا میکنن یا از قبل بهشون میگن چه حکمی برای اینا صادر بکنید. و خب طبیعتاً شما باید خیلی پرونده ابراهیم رئیسی رو بررسی میکنید میبینید که آیت الله خمینی حکمی صادر کرده که هر چه قاطع‌تر هر چه سریع‌تر اینا رو بکشید، این افرادی که در زندان هستن بکشید و اینها هم بدون هیچ گونه ملاحظه قانونی و شرعی و انسانی نزدیک به 4000 شاید بیشتر در نفر رو در زندان اعدام کردند و این پرونده همراه ابراهیم رئیسی است. هر جا بره، هر سفری بکنه، هر حرفی بزنه، این نمیتونه فراموش کنه. هر وعده توخالی و تکراری و مثلا قشنگ هم بگه، اینها رو پرونده رو نمیتونه پنهان بکنه. نکته دوم این است که من فکر میکنم جمهوری اسلامی همواره تلاش این بوده که نداره هیچ گونه اختلافی در درون خودشون به وجود بیاد. تا یکی از دلایلی که در کشورهای دیکتاتوری یا یکی از مثلا ویژگی هایی که کشورهای دیکتاتوری پیدا میکنند و فرو میپاشند این هست که ضمن فشاری که از طرف جامعه بونه وارد میشه اعتراضات، مبارزات، تشکل هاست، سیاست سازماندهی هاست، در درون حکومت هم شکاف ایجاد میشه و اون شکاف هم سبب میشه که نظام نتونه شیوه مورد نظرش رو در جامعه اعمال بکنه. جمهوری اسلامی به جایی رسیده که دوچار این وحشت شده به نظر من که هر نوع اختلافی در درون حکومت میتونه اونو تضعیف بکنه و جامعه گام جلوتر بیاد، اپوزیسیون گام جلوتر بیاد.
به هم دلشون میبینید این بار تمام مهره هایی که فکر میکردن یا افرادی که فکر میکردن ممکن است انتخاب بشن و پس از انتخابات ممکن است کارهایی بکنن، سیاست هایی دنبال بکنن که شبیه سیاست حتی حسن روحانی باشه، یه سیاستی باشه که مغایر با خاص علی خامنه‌ای و فرماندهان سپاه پاسداران باشه. اگر اون بیاد باز این شکاف ادامه پیدا میکنه، ممکن گسترش بیشتر پیدا کنه و ریزش بیشتر از درون حکومت. بنابراین تلاش کردند و میکنن که این حلقه قدرت رو بسته تر و محدودتر بکنن. این بار شما میبینید که افرادی مانند لاریجانی ها رو از این حلقه قدرت حذف کردن. علی لاریجانی پسر محسن هاشمی رفسنجانی، پسر یکبر رفسنجانی، اینا کسانی هستن که به دولت، به حکومت جمهوری اسلامی بسیار نزدیک هستن، خود حکومت هستن اصلا. اینها نمیشه این افراد از حکومت جمهوری اسلامی، نظام جمهوری اسلامی جدا کرد، ولی به مرحله میرسه که ما تصمیم میگیرن که حلقه رو باریکتر و کوچکتر بکنن و اینا رو کنار بگذارن که مبادا شخصی مثل علی لاریجانی بخواد سیاستی دنبال بکنه که سیاست حسن روحانی باشه. حسن روحانی جزء اصولگراها بود، آدم امنیتی بود، بسیار با نفوذ بود و فکر میکنم که وعده هایی هم که داده بود اگر میتونست انجام بده میتونست رضایت بخشی از جامعه رو جلب بکنه، ولی در عمل دیدیم که مانع شدن برای اینکه اون سیاست رو دنبال بکنه و عملا به تبدیل شده که از بدترین دولت ها. خب الان فکر میکنم جمهوری اسلامی به این نتیجه رسید که اگر ابراهیم رئیسی رو که تا 100% تابع فرامین رهبر و سپاه پاسداران هست رو کار بیاره، این مشکلات دیگه اتفاق نمیفته. ولی مشکل جمهوری اسلامی مشکل ساختاری است. تا این نظام ساختار قانونیش، سیاسیش تغییر پیدا نکنه، تا نتونه با مردم ایران سر آشتی داشته باشه، تا نتونه با جامعه جهانی رابطه برقرار بکنه، این مشکل روز به روز بدتر خواهد شد. امروز من به شما میگم در یک سال اول ابراهیم رئیسی وضع اقتصادی بسیار بدتر خواهد شد، یا باید تن به سازش بدن با اون سیاست مثل نرمش قهرمانانه دو رو تکرار بکنن و بخوان امتیاز بدن به کشورهای غربی، یا اینکه وضعیت جامعه از این که هم هست بدتر بشه. دکتر علمداری عزیز، توی تجارب السلف یک از آثار درخشان ادبی ماست، آمده قصه آمده کات اومده از المعتضد عباسی، خلیفه خیلی بیره و بیازه، که او یک ابوالقاسم کرخی رو کرد نخست وزیر خودش، کرد وزیر من، صدر اعظم من بکرد. قد ابوالقاسم کوتاه بود، پایه های تخت خلیفه خیلی بلند بود، خود خلیفه هم قدش خیلی بلند بود. در چه وقتی کرخی من جلو این تخت تا گزارش بده به سلطان، به حاکم، صداش نمیرسید، اینا هم دیگر رو نمیفهم. نشستم مشورت کردم، گفتم چه کنیم؟ گفتم آقا پایه های تخت رو 4 انگوش کوتاه کنید. کوتاه کرد، یعنی حدود 25 سال کوتاه کردم. آقای خامنه‌ای این کار نکرد، پایه های تختش رو کوتاه نکرد، یک آدم دیگری رو انتخاب کرد که میتونه صداش رو بشنوه، اسمش رئیسیه. حالا تمام دیکتاتورهایی که از سر ناچاری در بدترین شرایط در بنبست هایی که گیر کردن راه آقای خامنه‌ای رفتن، یعنی حلقه رو کوچکتر کردن، حلقه حتی محارم خودشون، نزدیکان خودشون، ناچار حکومت رو در کوتاه مدت واگذار کردن. یا کسی رو که گماردن به عنوان به اصطلاح به عنوان مرده خودشون، او حکومت کوتاهی داشت. خیلی هم برای این باورن که رئیسی هم حکومتش خیلی کوتاست، دولت مستعجل. میخوام ببینم که نظر شما چیه. اولا تمثیل خیلی جالب و به جایی به کار بردید، خیلی ممنون. دوم که بله، میتونه دولت ابراهیم رئیسی کوتاه باشه به دلیل اینکه او واقعا از نظر سیاسی کوتوله است و او توانایی درست است که او رو بهش دکترا دادن، ولی همه میدونن او نه دبیرستان رفته و نه دانشگاه رفته، و سخنرانی هایی هم که تا به حال کرده نشان دهنده
سطح دانش و فهم او از وضعیت ایران و اقتصاد و جهان هست. بنابراین او ناتوان هست. حالا باید منتظر شد که دید اعضای هیئت دولت او چه کسانی خواهم بود. شبیه همین خود او افراد ایدئولوژیک، افراد بسیار متعصب، افراد انحصارگر، افراد ضد ملی، زیر پوشش ملیگرایی. و میدونید که وفاق ملی واژه‌ای است که ابراهیم رئیسی تو سخنرانیش به کار برده. وفاق ملی یعنی همه مردم در حکومتی که انتخاب شده سهم داشته باشن. اینو حتی اطرافیان خودشون تحمل نکردن، حتی اصلاح طلب اجازه ندادند در انتخابات سهم داشته باشن، کاندیدا داشته باشن. حتی همونطور که اشاره کردم قبلا، افرادی که در حلقه مرکزی نظام جمهوری اسلامی هستن رو حذف کردن. برای این کلمه یا واژه وفاق ملی بسیار بی‌مسماست و با این نظام هیچ جور در نمیاد. البته همونطور که اشاره کردم، تمام واژه ها و اصفاتی که در این سخنرانی به کار برده شده همش تکراری و توخالی و وعده های بسیار بی‌محتوا و بی‌پای اساسی است. من فکر میکنم که به دلیل ناتوانی که او داره، عادتا باید کسانی رو انتخاب بکنه در حکومت که زیر دست او باشند، با دست او نباید باشند. کمان که خامنه ای بین آیت الله های بزرگ کسانی رو بزرگ کرده، کسانی رو دور بر خود جمع کرده که بتونه برایشون برتری داشته باشه. او هم، ابراهیم رئیسی هم همین کار رو خواهد کرد. به احتمال زیاد کسانی رو انتخاب خواهد که در هیئت دولت مأمور اجرای برنامه ها باشن که شبیه او باشن، یعنی از سطح و فهمی که او داره بالاتر نباشن یا در هم حد باشن، یا اینکه عملا اتفاق خواهد افتاد به دلیل اینکه او بعد وعیدی داده که امروز حکومت یک دست شده، همه در اختیار رهبر هستن، یه رهبر، دولت با رهبر اختلاف نداره. بنابراین این پیشبینی که حالا ممکن است او 4 سالم دوام نیاره زیاد دور از ذهن نیست. تشکر میکنم. در واقع آقای خامنه‌ای علت کرده عوامل جمهوری اسلامی رو، شاید به همین علت درست میگن. حتی در مراسم تحلیف خیلی ها مثلا رئیس شورای عالی امنیت ملی وجود اون نبودش، لاریجانی ها نبودن، درسته، آقای یادگار امام نبود، حسن خمینی نبود، من نبودم، آقای توشه علمداری نبودن، اینا روزنامه آرمان ملی ها دیشب داریه کیان و خیلی ها نبودن. آقای علمداری درست در موقع، درست همزمان با سخنرانی آقای رئیسی در مراسم دربی که صحبت از حقوق بشر کرد و دفاع از مظلومان، درست همزمان صدها تن در شهرهای جنوب و جنوب غربی کشور در شهرهای مختلف بازداشت شدن، ریختن به خونهشون، درون این اینها رو دستگیر کردن. میخواستن پیام خاصی رو برسونن. انتظار دیگری از این دولت نمیتونیم داشته باشیم. هم در داخل ایران به محض انتخاب شدن یا در تداوم انتخاب شدن سیاست سرکوب و دستگیری های افرادی که هیچ گونه خطای قانونی انجام نداده بودند، اعتراض کرده بودند، تظاهرات کردن که ما در دیگر ماهی 50 درجه آب نداریم، برق نداریم. میگم مشروع ترین نوع اعتراضات، اعتراضات خیابانی است که صداش رو به هم برسونن، نه خشونتی به کار بودن. اینها رفتن بعد از اینکه تظاهرات تموم شده، وعده های حالا ممکن است تو خالی هم داده باشن یا جلوی با عوامل امنیتی جلوی اعتراضات مردم رو گرفته باشن، حالا بحث جداگانه. پس از اون هم تو شد به درست اشاره کردی، اینها رفتن خانه به خانه گشتن و افراد رو دستگیر کردن. همزمان با این یک کشتی متعلق به ژاپن با مدیریت اسرائیل رو با پمپات زدند و امروز اتوان اسنادش رو رو کردن و مشخص شده که آن چیزی که به کشتی اصابت کرده فقط میتونه ساخت جمهوری اسلامی باشه. اون وعده هایی که توی سخنرانی ابراهیم رئیسی داده با این حرکاتی که همین روزها چه در داخل چه خارج از ایران داره اتفاق میفته کاملا مغایر هست. بنابراین من فکر میکنم حسنا شما این نکته هم در میتونه اضافه بکنی،
او گفته که همونطور که رهبر فتوا داده، ما دسترسی به سلاح اتمی رو جایز نمیدونیم، حرام میدونیم. خب این خنده‌دار هست. اگر شما جایز نمیدونید، برای چی غنی‌سازی اورانیوم رو تا 60% بردیم بالا؟ اینکه برای مصارف صلح‌آمیز نیست، که برای مصارف بهداشتی و کشاورزی و صنعتی که نیست. شما انگیزه های دیگری دارید که دنیا رو تهدید کردید و از 20% بردید به 60% و بازم ادامه دادید، بازم بالاتر میبرید. به چه منظور؟ بنابراین آن چیزی که میگن در حرف، در وعده ها، در کلیشه ها، با اون چیزی داره اتفاق میفته کاملا متفاوت است. من همین روزها شما و من و همه دیدیم که سیاست که در دولت آینده اتفاق خواهد افتاد، همین سیاست است که در همین یک ماه گذشته رخ داده در ایران و در خارج از ایران. تشکر میکنم. آقای، هنوز یه دو دقیقه وقت داریم. من تقریبا تمام متون یا تحقیقات معتبر درباره دوران به اصطلاح اقتدار مغول ها رو خوندم، اونجایی که در اختیارم بوده. تقریبا اغلب هم متون معتبرن و شخصیت های خیلی معتبر درباره این دوران نوشتن، دورانی که طولانی بوده، 198 سال به درازا کشیده، اقتدار مغول ها. من ندیدم در اون دوره، از زبان هیچ محققی هم نشنیدم، که مثلا در یه جایی در یه محلی آب نباشه، مردم بیان بگن ما تشنمونه، اونا رو با گلوله بزنن یا اونا رو بکشن به طور دست جمع. من نشنیدم، یعنی نخوندم. شما که آقای دکتر علمداری، میدونم که در این زمینه تحقیقات گسترده داری، کتابهای عدیده خوندی درباره حضور اجانب در میهن و در مملکت، چنین چیزی سراغ داشتید در تاریخ میهن ما که بیش از 1000 سال در سلطه بیگانگان بوده که چنین ظلمی رو به ملتی روا داره؟ نه، در همین فرصت کوتاه خدمتتون اشاره بکنم که من نمیشناسم چنین پدیده رو، ندیدم، نمیشناسم، نخواندم دربارش که برای آب که بیان سرکوب بکنن، بین 9 نفر رو، 8 نفر یا 9 نفر بکشن، 100 نفر رو دستگیر بکنن، بگیر ببند که اتفاق افتاد. ولی این نکته رو میتونم در ارتباط با جمهوری اسلامی بگم که در جمهوری اسلامی هر اعتراضی، هر خواست مشروع و قانونی تبدیل به تهدید برای اونها میشه. اونها نگاه میکنن تهدید، میخوان مردم ایران رو سرنگون بکنن، ولی اینکه خودشون میدونن نه مشروعیت دارن و نه صلاحیت دارن برای ایران، و ایران رو تخریب کردن در این 43 سال گذشته و از این به بعد هم همین کارو خواهن کرد. بنابراین هر اعتراض اقتصادی، هر اقتصاد صنفی، مدنی، فرهنگی، هنری اتفاق میفتاد یا خاصی در این زمینه اتفاق میفتاد، این میان سرکوب میکنن، نیروهای بسیجشون رو، موتور سوارا رو میفرستن، انواع اقسام حیله هایی که امروز دارن اینا سوار کردن. تمام کار جمهوری اسلامی این شده که نیروی سرکوبش رو تقویت بکنه، به جای اینکه بیاد برنامه‌ریزی بکنه برای پیشرفت و توسعه و برآوردن مثل رشد تولید و برآوردن خواستهای مردم، ابزار سرکوب رو گسترش. سرکوب. آقای دکتر، خیلی تشکر میکنم. گفتگو با دکتر کاظم علمداری عزیز رو، جامعه شناس رو، حتما پی میگیریم. ممنونم ازتون. خواهش میکنم. خیلی ممنون. شما روزتون بخیر.